وزیر نفت ایران میگوید انفجارهایی که در ساعت 1 بامداد امروز در 3 منطقه در استان فارس رخ داده تروریستی بوده است. اعتراض توماج صالحی به حکم 1 سال حبسش رد شد. در پی حمله سایبری به سامانه مجلس شورای اسلامی، جلسه مجلس بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. حکم 6 ماه حبس منوچهر بختیاری در دادگاه تجدید نظر تایید شد. سپاه حمله به یک پایگاه هوایی اسرائیل را شبیه سازی کرد. مدیر مدرسه ابتدایی غیر انتفاعی البرز واقع در شهرستان خرمشت در استان بوشهر به دلیل خشونت فیزیکی علیه دانش آموزان بازداشت شد. خبرگزاری هرانا از بازداشت و حبس یک شهروند دو تابعیتی دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی خبر داده است. بیش از 1.5 میلیون متر مکعب از سواحل غرب مازندران به واسطه پسروی آب دریای خزر خشک شده است. وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که اقدامات خصمانه در قالب نظارت، آزار و اذیت یا ارعاب علیه افراد یا اعضای خانواده ها را در استرالیا تحمل نخواهد کرد. گروهی از خانواده های گروگان های اسرائیلی به دیوان لاهه علیه حماس شکایت کردند. ارتش اسرائیل تصاویر یحیی سنبار را در تونل‌های غزه منتشر کرده است. در اثر بمباران هوایی اسرائیل در روستایی در جنوب لبنان دست کم 3 تن کشته شدند. سازمان ملل می‌گوید پناهجویان سوری در بازگشت به کشورشان با آدم‌ربایی، شکنجه و سوء استفاده جنسی روبرو هستند. کامالا هاریس در بحبوحه نگرانی ها درباره سن بایدن میگوید آماده خدمت به عنوان رئیس جمهور است. اوکراین میگوید کشتی جنگی تزار کونیکوف روسیه را در دریای سیاه غرق کرده است. و قدیمی ترین دیوار اروپا با قدمت 11,000 سال در اعماق دریای بالتیک کشف شده است. درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 14 فوریه 2024 میلادی برابر است با 25 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. جواد اوجی وزیر نفت ایران گفته است که انفجارهایی که در ساعت 1 بامداد امروز در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در 3 منطقه در استان فارس رخ داده تروریستی بوده است. گزارش ها حاکی است که یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان عامل حمله به خطوط گاز در چند نقطه از ایران بوده است. وزیر نفت ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت این آمادگی را داشتیم که در صورت خرابکاری در خطوط انتقال نفت و گاز کشورمان به سرعت وارد شویم و به همین دلیل در آمادگی کامل به سر می بردیم. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ساعتی پیش خبرگزاری ها در ایران از انفجار خط لوله گاز در نزدیکی شهر بروجن در استان چهارمحال بختیاری دست راهی بلداجی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شدت انفجار به حدی بوده که ساکنان محلی را به وحشت انداخت. این حادثه تلفاتی به همراه نداشته اما واکنش هایی به دنبال داشته است. برخی کاربران آن را به آشوب و شورش نسبت دادند و برخی هم این انفجارها را نتیجه استراتژی شکست خورده علی خامنه ای دانستند. به گزارش خبرگزاری ها در ایران جواد اوجی با اشاره به اتفاقاتی که در منطقه افتاده مدعی شد که انفجار خط لوله ها به برگزاری سالگرد انقلاب 57 مرتبط است و افزود می دانستیم با این راه پیمایی 22 بهمن دشمن تلاش می کند که برای مردم چالش درست کند. اوجی با ادعای اینکه هیچ جای نگرانی نیست وعده داد که تا غروب امروز همه خطوط گازی بازسازی می شوند و در مدار تولید قرار می گیرند. در این حال خبرگزاری های داخل ایران گزارش دادند که گاز صنایع، ادارات و مدارس در برخی استان ها از جمله اصفهان، البرز، کردستان، خراسان شمالی و زنجان قطع شده و در برخی مناطق از جمله استان کردستان برای صرفه جویی در مصرف گاز بردا پنجشنبه نیز ادارات تعطیل است. حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که
اعتراض این رپر زندانی به حکم اخیرش مبنی بر یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام رد شده است. این حساب کاربری روز چهارشنبه نوشت که توماج صالحی اخیراً در دادگاهی چند دقیقه ای مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیل به یک سال حبس محکوم شده بود. بر اساس این گزارش با گذشت بیش از دو ماه از حمله ضرب و شتم و ربایش خیابانی این خواننده معترض هیچ مستندات قانونی در دادگاه ارائه نشده و این حکم بر اساس دستور نهادهای امنیتی صادر شده است. یک روز بعد از انتشار گزارش‌ها درباره هک شدن سامانه و سرورهای مجلس شورای اسلامی، جلسه مجلس در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. اداره اخبار مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل اختلال در برخی سامانه‌های داخلی مجلس، از جمله بخش‌های مربوط به تردد و سیستم‌های رایانه‌ای و اینترنت، امکان ورود خبرنگاران به صحنه مجلس ممکن نیست. در همین حال رسانه‌های حکومتی با انتشار ویدیویی گزارش دادند که به دلیل از کار افتادن سیستم رأی‌گیری در جلسه چهارشنبه مجلس، رأی‌گیری‌ها به صورت قیام و قعود انجام شد. دادگاه تجدید نظر استان قزوین محکومیت 6 ماه حبس برای منوچهر بختیاری زندانی سیاسی را تایید کرد. اتهام پدر دادخواه پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 توهین به رهبری عنوان شده است. از سوی دیگر مسئولان زندان چوبین در قزوین از 19 دی ماه سال جاری تماس تلفنی منوچهر بختیاری با خانواده‌اش را برای مدت 3 ماه قطع کردند. این زندانی سیاسی که در سال 1400 در منزلش در تهران بازداشت و به 3.5 سال حبس، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود، به تازگی هم در پرونده دیگر از سوی دادگاه انقلاب کرج به 18 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک رزمایش تازه دریایی حمله به یک پایگاه هوایی اسرائیل به نام پالماخیم و انهدام آن را شبیه سازی کرد. پالماخیم از مهمترین پایگاه های نیروی هوایی ارتش اسرائیل است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور بارها با حضور در آن تاکید کرده که جنگنده های F-35 مستقر در آن در صورت دریافت دستور برای حمله به ایران تردید نخواهند کرد. تصاویر و فیلم هایی که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیون دولتی ایران پخش شد نشان داد که سپاه مجموعه ای از مهمات را از کشتی ها و از زیر دریایی ها شلیک می کند که خبرگزاری های نزدیک به نیرو آن را شبیه سازی انهدام پایگاه پالماخیم با موشک های پیشرفته سپاه نامیدند. خبرگزاری میزان و بسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از دستگیری مدیر مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی البرز واقع در شهرستان خرمج استان بوشهر به دلیل خشونت فیزیکی علیه دانش آموزان خبر داد. روز سه‌شنبه تصاویری از تنبیه بدنی دانش آموزان یک مدرسه غیرانتفاعی در شهرستان خرمج از توابع استان بوشهر منتشر شد که با واکنش های فراوانی همراه شد. گفته شده که این حادثه مربوط به آبان امسال است. به گزارش منبع مطلع پیشتر هم رفتارهای مشابه توسط کادر آموزشی این مدرسه غیر انتفاعی رخ داده بود که با وجود پیگیری و شکایت نتیجه ای نداشته است. با انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر از بازداشت مدیر این مؤسسه خبر داده است. خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه از بازداشت و حبس یک شهروند دو تابعیتی دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی خبر داده و هویت او را شهرام نامآور اعلام کرده است. بر اساس گزارش هرانا، شهرام نامآور دارای تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی است و با گذشت بیش از 6 ماه از دستگیری همچنان در زندان اوین و در بلا تکلیفی به سر می‌برد. شهرام نامآور که برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود در مرداد سال جاری به وسیله نیروهای حکومتی در آبادان بازداشت و به تهران منتقل شده است. درباره اتهامات این شهروند دو تابعیتی گزارشی منتشر نشده و بر اساس گزارش هرانا با وجود تشکیل پرونده هنوز دادگاهی برای شهرام نامآور برگزار نشده است. بیننده هشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. We'll be right back.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزارت خارجه استرالیا در واکنش به پیام‌های حاوی نظارت و آزار و اذیت یک حساب منتسب به سفیر جمهوری اسلامی در این کشور در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به کاربر ایرانی تبار گفت که استرالیا این اقدام خصمانه را تحمل نخواهد کرد و در صورت اثبات پیگرد قانونی خواهد داشت. بنابه گفته این کاربر ایرانی استرالیایی شبکه ایکس، حساب منتسب به احمد صادقی سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا روز یک شنبه 15 بهمن ماه با ارسال پیام خصوصی به این کاربر گفته که او باید کامنت های بد خود را پاک کند. مجموعه مستنداتی که این کاربر منتشر کرده نشان می‌دهد که بحث آنها درباره اسرائیل و موضع سفیر ایران درباره این کشور بوده است. هیئتی از اعضای خانواده‌های 134 گروگان اسرائیلی در غزه روز چهارشنبه راهی لاهه شدند تا علیه گروه افراطی حماس به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کنند. آنها در شکایت خود به آدم‌ربایی و شکنجه وابستگان خود از سوی این گروه که آمریکا و اروپا نیز آن را تروریستی شناخته‌اند اشاره می‌کنند. به گزارش هارس و یدعوت آخرونوت، سخنگویان این هیئت پیش از ترک تل‌آویو با اشاره به اسارت فرزندان و بستگان خود در 131 روز گذشته گفتند زمان اجرای عدالت فرا رسیده است. این هیئت که شامل حدود 100 تن از خانواده‌های گروگان هاست افزودند که این رنج تنها داستان زندگی ما نیست و اگر متوقف نشود فردا داستان همه جهان خواهد بود. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه ویدیویی از یک تونل در شهر خان یونس را منتشر کرده که گفته می‌شود در آن یحیی سنبار فرمانده حماس در غزه به همراه خانواده‌اش و دیگر مقامات ارشد حماس در حال تردد هستند. به گزارش تایمز اسرائیل این ویدیو نشان می‌دهد که تونل مذکور دارای دو حمام، یک آشپزخانه مجهز، یک فضای خواب و یک اتاق جداگانه است که ارتش اسرائیل معتقد است که متعلق به خود سنبار است و سربازان در آن یک گاف صندوق را با میلیون‌ها شکل و دلار پول نقد پیدا کردند. اسرائیل بعد از پخش این تصاویر یحیی سنبار را به موش تشبیه و اعلام کرد که به زودی او را زنده یا مرده به دست خواهد آورد. در اثر بمباران هوایی اسرائیل در روستایی در جنوب لبنان در روز چهارشنبه دست کم 3 تن شامل یک زن و 2 کودک کشته شدند. خبرگزاری رویترز با نقل این خبر همچنین اعلام کرد که
در این حملات در جنوب لبنان دست کم 7 تن دیگر هم زخمی شدند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد هواپیماهای جنگیش مجموعه ای از حملات به لبنان را انجام دادند، موضوعی که نگرانی ها از تشدید تنش بین دو کشور هممرز بعد از ماها تبادل آتش روزانه در چارچوب جنگ غزه را افزایش داده است. این حمله ساعتی بعد از آن انجام گرفت که یک موشک از لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد و به گفته مقامات درمانی اسرائیل 7 تن از جمله 5 تن را در شهر صفد مجروح کرد. حزب الله لبنان تا این زمان مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید پناهجویان سوریه که از جنگ داخلی فرار کردند در بازگشت به کشورشان با نقض گسترده حقوق بشر مانند شکنجه و آدم ربایی روبرو هستند و زنان به ویژه در برابر آزار جنسی و خشونت قرار میگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز در گزارش 35 صفحه‌ای دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته شده که این موارد نقض حقوق بشر از سوی نهادهای وابسته به دولت سوریه، مقامات شورشی و گروه‌های مسلح انجام شده است. الیزابت تورسل در یک نشست خبری در ژنو در توضیح گزارش دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گفت دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم شرایط کلی در سوریه اجازه بازگشت امن، آبرومندانه و پایدار پناهجویان سوری به کشورشان را نمی‌دهد. بر اساس این گزارش، زنان برای دریافت مدارک شناسایی مجبور شدند که آزار جنسی مقامات امنیتی را تحمل کنند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در جریان مصاحبه با وال استریت ژورنال و در پاسخ به نگرانی‌های رای دهندگان در مورد 81 سالگی جو بایدن گفت که آماده است در صورت لزوم به عنوان رئیس جمهور خدمت کند. خانم هریس در پاسخ به این پرسش که آیا آماده است در دفتر بیزی شکل کاخ سفید بنشیند گفت من آماده خدمت هستم و هیچ شکی در این باره وجود ندارد. به همچنین گفت همه کسانی که ناظر عملکرد شغلی او بودند از ظرفیت او برای رهبری کاملا آگاه هستند. این سخنان دو روز پیش از آن بیان شد که رابرت هور بازپرس ویژه گزارشی را بعد از پایان تحقیقات یک ساله درباره ادعای سوء استفاده بایدن از اسناد طبقه بندی شده منتشر کرد و به این نتیجه رسید که باید با هیچ که بایدن با هیچ اتهامی روبرو نخواهد شد. بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر،
اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. ارتش اوکراین اعلام کرده که یک کشتی جنگی روسیه را در سواحل شبه جزیره کریمه که از سوی روسیه اشغال شده با استفاده از حملات پهپادی منهدم کرده است. اداره اطلاعات نظامی وزارت دفاع اوکراین روز چهارشنبه در حساب تلگرام خود نوشت نیروهای مسلح اوکراین به همراه واحدهای اطلاعاتی نظامی یک فروند کشتی بزرگ برای انتقال تجهیزات نظامی به نام تزار کونیکوف را منهدم کردند. وزارت دفاع روسیه به این خبر واکنشی نشان نداده است، اما مدعی شده که 6 پهپاد اوکراینی را بر فراز آبهای دریای سیاه سرنگون کرده است. محققان میگویند در قعر آبهای دریای بالتیک بقایای دیواری سنگی متعلق به عصر حجر را کشف کردند که احتمالاً قدیمی ترین ابرسازه ساخته شده به دست انسان در قاره اروپا است. این دیوار که در حدود 10 کیلومتری سواحل آلمان واقع شده، تقریباً 1 کیلومتر در خلیج مکلنبورگ امتداد دارد و به نظر می‌رسد که زمانی در کنار یک دریاچه قرار داشته است. این دیوار که بلینکر وال نام گرفته به طور تصادفی کشف شد. بررسی دقیق این ابرسازه نشان می‌دهد که دیوار از 1400 سنگ کوچک و 300 تخت سنگ بزرگ تشکیل شده است. محققان می‌گویند که بسیاری از این سنگ‌ها به حدی وزن دارند که جابجایی آنها برای انسان‌ها دشوار بوده است. این دیوار که به عنوان یک کشف هیجان‌انگیز توصیف شده، در حال حاضر در عمق 21 متری آب قرار گرفته. با این حال، محققان معتقدند که محل واقعی آن در بیش از 10000 سال پیش در خشکی کنار دریاچه یا مرداب بوده و توسط انسان‌های شکارچی گردآورنده ساخته شده است. دانشمندان گمان می‌کنند که این دیوار برای شکارچیان جهت تعقیب گله‌های گوزن شمالی ساخته شده است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو می‌کنم.